دو سه ماه قبل از آزاد شدن برادر ما آزاد شده بودیم. مسئول من توی اون موقع از درون زندان محمد مقدم بود که بیرونم که اومدیم با فاصله یک هفته دو هفته با هم اومدیم از زندان. بعد روز بعد زنگ زد گفت یه ماشین جور کن، ماشین که خوب و قوی باشه، بتونیم یه سوژه رو جابجا کنیم. به من نگفت سوژه کیه، اما همین که گفت ممکنه خودت هم راننده باشی احساس کردم که سوژه کیه. به مای خیلی عالی بود، یه روی جمعی بالایی برخوردار بود. سنگ فرش راه تو گلبرگ های جان ما، ای بهار آرزو باز آ در بستان ما. ما شقایق در رهت بر کوچه ها پاشیده ایم، تازه آزادی گلستانی شود ایران ما. مجاهدین بودیم تو خونه اهالی و افراد محلی که اونجا بودن. یادمون شب خود اهالی که اونجا بودن که اونا هم خبر با ما شنیدن از رادیو، خیلی ناراحت و چیز بودن، ابراز ناراحتی میکردن و ناراحت بودن از اینکه موسی شهید شده. و یکی از اهالی اونجا که ریش سفیدم بود، آدم محسینیم بود، میگفت که رستم مجاهدین شهید شده. چون تو رسم توی اصطلاح محلی که هر قهرمان ملی و برجسته ای رو سمبولیزه می کنن با و مقایسه می کنن با رستم قهرمان ملی و محلی اونجا، و از موسی به عنوان رستم مجاهدین یاد می کردن. نبرد با رژیم ظالم و حق ستیز ولایت فقیه را برگزیدم و به همین منظور به صف مجاهدین خلق ایران پیوستم. بر این تعهد و سوگند خود وفادارم. زندگی مطلوب من مجاهدت برای آزادی مردم ایران است که در این صف و با این آرمان تحقق می‌یابد.
با اعتقاد و تعهد به انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین که زنگارهای ارتجاعی ایدئولوژی جنسیت را از ذهن و ضمیر ما زدود، متعهد به جنگ صد برابر برای سرنگونی دشمن ضد بشری می شوم. ما هم به کوری چشم آخونده اونو جشن میگیریم تا تو دهنی برای آخونده باشه. ساعت به سرت؟ آره. آقا خورده، شعارو خورده. کجاست بود؟ گر جان بدهیم جملگی در این راه، وز پیکر ما به جان نماند جز آه. زان آه خروش فتح ما را شنوید، لا حول ولا قوت الا بالله. چقدر جای خوشبختی و افتخار است در شب قدر 21 رمضان در بارگاه آقا علی علیه السلام قرار گرفتن و ایشان را حاضر و ناظر گرفتن. مجاهد اشرفی هیچ باکی از هیچ صحنه‌ای در هر شرایطی و به هر صورتی و در هر زمانی ندارد، چون پشتش به خواهر مریم و انقلاب است، یعنی به کوه وصل است. تمام بینندگان عزیز و حامیان محترم مقاومت سلام عرض میکنم. چرا ما نباید دوربینی داشته باشیم که مثل یک چشم هوشیار تمام صحنه ها رو در این دوران بتونه ثبت بکنه و بالاخره این روزهایی که در واقع برگ زرینی از تاریخ مقاومت هست رو بتونیم ثبت بکنیم، برای آیندگان این گنجینه رو برمقام بذاریم. بالاخره صحنه مقاومت یه اختلاف نده جوری هست، ولی فعل واقع همیشه به دردمون خورده. مثلا یه سال گذشته بعد بعد تقریبا بعد یه شاتای مهدی کشته از آرشیو بیرون، مثلا من تا من اینو گرفتم من گفتم یادت بهم گفتم مثلا من یه روزی خواستم برم از پارک‌های اشرف فیلم برداری کنم. باور کنید هر جایی که قدم می‌ذاشتم اصلا اولین احساسم این بود که مثلا اگه اینجا خواهر مریم ببینه خیلی صفا می‌کنه. با همین انگیزه سعی می‌کنم بهترین زاویه‌ها رو بگیرم. یعنی اینی که میگین خیلی انگیزش بالایی تو من هست. آیا مثلا من میتونم تا
تصاویر رو مثلا ارائه بدم که در غیاب خواهر مریم وقتی ببینن احساس کنن واقعا اینجا هستن. نشسته بود که خواهر مریم تماس تلفنی داشتم با بچه های اشرف. بله. من دوربینم برداشتم رفتم و از اول تصمیم بودش که از چهره بچه ها و از حالتشون موقع تماس یا بچه هایی که مثلا دارن گوش میکنن تماس بقیه رو فیلم بگیرم. به قدر این چهره ها زیاد بود که مثلا مونده بودم کدوم بگیرم، مثلا میرفتم روی یه نفر مثلا حالت خاصی داشت ولی این و نگاه میکردم انبوه چهره ها بود، یعنی حتی واقعا فکر میکنم ای کاش 10 تا دوربین بود که میشد این صحنه رو بگیره، چون بالاخره لحظه ای که تک تک بچه های اشرف در رابطه با خود خواهر مریم بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و همه اشرف نشان ها در سراسر دنیا. من وقتی اینجا رفتم دیگه تو رفتم دانمارک تو 4-5 سال یا 3-4 سال اول تقریبا هیچ کاری با سیاست نداشتم. یه افتادم دنبال زندگی و تفریح و ورزش و همه اینا. من فقط سالی یه بار تظاهرات می‌رفتم. بعد از 4-5 سال که دیگه یکم بزرگتر شدم و یکم تو مدرسه بحث دیگه فلسفه اومد و انسان و یکم علوم اجتماعی و یکم خودم رو شناختم، یکم به موضوعات سیاسی یکم آشنا شدم و اینا، خود این یک سوال برام شد که بالاخره الان من که الان دارم مثلا الان اینقدر ادعا میکنم که ایرانی هستم یا افتخار میکنم که ایرانی هستم و ایران دارم چیکار میکنم، یعنی خود به خود این سوال یه گوشه ذهن من گرفته بود بالاخره الان ایران نیاز به کسایی داره که اون مایه اون انرژی رو بزنن ایران آزاد کنن یا نیاز به یه سری هم باید مبارزه کنن، مهندس ها هم باید مبارزه کنن، در وهله اول مبارزه بکنن و بعد اینکه یعنی ایران که الان کم بوده متخصص نداره. آدمایی هستن که میتونن همه چی داشته باشن ولی گوشتن کنار رفتن، خیلیشون شهید شدن، همین اونایی که شهید نشدن الان دارن حی حاضر از بچه‌شون که من باشم گذشتن و از شغلشون همه چیزام گذشتن دارن مبارزه‌شون میکنن. بالاخره همین میگم تو این تناقض که این که یعنی با خودم گفتم ببین من یا باید کامل ایرانو فراموش کنم، یعنی دیگه کاری به این قضیه نداشته باشم، یا یعنی اینکه باید دیگه مبارزه تمایل انتخاب کنم. یه ایدئولوژی یک چیزی هستش، یک فرهنگی یک نگرشی هستش که میگه با زندگی برای خود، یعنی دیگه هر چی هستش حول محور خودت میچرخه، تحصیلات من، درس من، زندگی من، ورزش من، آسایش رفاه، همه چی من. یکی دیگه هم هست چیه؟ برای خلق من، برای یه هدف، برای یک آرمان، برای سرنگونی. خب وقتی که من، وقتی اشرفی ها، وقتی مجاهدین، من یا هر کس دیگه انتخاب کردیم که تمام عیار زندگی رو گذاشتیم کنار و از همه چیزمون گذاشتیم برای اینکه خلقمون رو آزاد بکنیم، برای سرنگونی، خب دیگه این خودش دیگه وقتی من این مسیر رو انتخاب کردم دیگه طبعاً با همین شاخص‌ها و با همون چیزام تنظیم می‌کنم، با همون سرلوحه مکتب سازمان که فدا و صداقت است تنظیم می‌کنم. وقتی میام ایدئولوژی برای دیگری برای آزادی خلقمو انتخاب کردم، وقتی خودم گذاشتم کنار، وقتی من مسیر رو انتخاب کردم دیگه به همون میزان باید دیگه از تمایلات، از هر چیزی که رنگ و بوی خود میده بگذرم. مجاهدیم سوگند خوردیم که از وجب به وجب اشرف تا آخرین قطره خونمون دفاع کنیم و از اینم کوتاه نمیاییم. سوگند خوردیم که به هر شیوه‌ای که شده آزادی رو به ایران ببریم و رژیم ددمنش ولایت فقیه رو سرنگون کنیم. هر کشید با دست بسته یه ستاره رها شد، چه سبک بال و غزل خون رفت و مهمون خدا شد.
چشاش پر می زدن چلچله ها، کم می شد با خنده هاش فاصله ها. کوه مرد عاشق و دلاوری که حریفش نشدن زلزله ها. چه شهیدی چه شهیدی، آه چه سر و رشیدی، دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی. چه شهیدی چه شهیدی، آه چه سر و رشیدی، دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی. بسته یه ستاره رها شد، چه سبک بال و غزل خون رفت و مهمون خدا شد. به خوشی های دو روز دل نبست، قفص دیرینه ی تن و شکست. یه جوون آسیه اشرفی شد، مثل پروانه رو شعله ها نشست. جا سختی و خطر بود راستی خوش می درخشی، شرح عاشقیشو می شد توی عکس آخرش دی. چه شهیدی چه شهیدی، آه چه سر و رشیدی، دست خوش خدای رحمان چه گلی رو برگزیدی. مردم